داروهای محرک گیرنده های کولینرژیک و مهار کننده کولین استراز چپتر 7 صفحه 133 کتسون. محرک های گیرنده استیل کولین و مهار کننده های کولین استراز گروه بزرگی از داروها را تشکیل می دهند که عمل استیل کولین را تقلید می کنند، یعنی کولین و میمتیک ها. پس کولین و میمتیک یعنی مقلده های کولین. محرک های گیرنده کولین از نظر فارماکولوژیک به واسطه تأثیر اختصاصی آنها بر گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی تقسیم بندی می شوند. همچنین آنها را می توان بر اساس مکانیسم اثرشان تقسیم بندی نمود، زیرا برخی از داروهای مقلد کولین مستقیما به گیرنده های کولین متصل شده و آنها را فعال می کنند، در حالی که بقیه به صورت غیر مستقیم و با مهار هیدرولیز استیل کولین درونزاد عمل می کنند. پس دو مدل کولینومیمتیک داریم، یکی اونایی که مستقیما به گیرنده های کولین متصل می شن و فعالش می کنند، در حالی که بقیه به صورت غیر مستقیم و با مهار هیدرولیز استیل کولین عمل می کنند. حالا از کولینومیمتیک یعنی مقلد های کولین. حالا طیف عمل داروهای مقلد استیل کولین. مطالعات اولیه بر روی سیستم اعصابی پاراسمپاتیک نشان دادند که آلکالوئید موسکارین آلکالوئید موسکارین اثرات تحریک اعصاب پاراسمپاتیک را تقلید می‌کند، یعنی دارای اثرات مقلد پاراسمپاتیک است. کاربرد مستقیم موسکارین در عقده‌ها و بافت‌های عملکننده وابسته به دستگاه عصبی خودکار مثل عضلات صاف، قلب و غدد برونریز نشان داد که عمل مقلد پاراسمپاتیک این آلکالوئید به وسیله گیرنده های سلول های عمل کننده و نه گیرنده های موجود در سلول های عقده انجام می شود. پس به وسیله موسکارین کجاست؟ گیرنده های سلول های عمل کننده و نه گیرنده های موجود در سلول های گنگلیونی. بنابراین اثرات خود استیل کولین و دیگر داروهای مقلد کولین بر روی پیوستگاه‌های عصبی عملکننده خودکار که به عنوان اثرات مقلد پاراسمپاتیک از آنها یاد می‌شود، به واسطه گیرنده‌های موسکارینی اعمال می‌شود. برعکس در مورد آلکالوئید نیکوتین به این نکته پی بردند که وقتی این ماده با غلیظت‌های پایین به کار می‌رود، عقده‌های دستگاه خودکار و پیوستگاه‌های عصبی عضلانی عضلات اسکلتی را تحریک می‌کند، اما بر روی سلول‌های عملکننده اثری ندارد. پس موسکارین برای سلول‌های عملکننده اثر داره، نیکوتین نداره. نیکوتین روی عقده‌های دستگاه عصبی و پیوستگاه‌های عصبی عضلانی اثر داره، موسکارین نداره. جفتش اثر داره. بنابراین گیرنده هایی که در عقده ها و عضلات اسکلتی بودند گیرنده های نیکوتینی نام گرفتند. وقتی مشخص شد که ماده ناقل فیزیولوژیک مربوط به هر دو گیرنده نیکوتینی و موسکارینی استیل کولین است، دریافتند که هر دوی این گیرنده ها زیرگروه های گیرنده های کولینرژیک هستند. گیرنده های کولینرژیک بر اساس مکانیسم انتقال پیام از عرض غشا در یکی از دو خانواده متصل به پروتئین جی موسکارینی و یا با کانال یونی نیکوتینین قرار می گیرند. پس جی پروتئین موسکارینی، آیون چنل نیکوتینین. گیرنده های موسکارینی ها 7 قسمت در عرض غشا هستند و سومین حلقه داخل سیتوپلاسمی آنها با جی پروتئین جفت شده است. پس هپتامره موسکارینی و سومین حلقه داخل سیتوپلازمش با جی پروتئین میت شده، جفت شده، که به عنوان انتقال دهنده داخل غشایی عمل می کند. به طور کلی این گیرنده ها تولید پیامبرهای ثانوی داخل سلولی را تنظیم می کنند و برخی کانال های یونی را از طریق جی پروتئین ها تنظیم می نمایند. اثر انتخابی آگونیست ها به انواع فرعی گیرنده های موسکارینی و پروتئین جی آنها بستگی دارد. گیرنده های موسکارینی در این مکان ها یافت می شوند: غشای پلاسمایی سلول های CNS، اعضایی که اعصاب پاراسمپاتیک به آنها وارد می شود و همچنین بعضی از بافت هایی که این اعصاب را دریافت نمی کنند، مثل اندوتلیال. پس اعضایی که پاراسمپاتیک دارن، اندوتلیال ها و سلول های
CNS و بافت هایی که اعصاب سمپاتیک کولینرژیک پس عقده ای را دریافت می کنند و بافت هایی که پست گنگلیونیک کولینرژیک سیمپاتتیک کولینرژیک سیمپاتتیک یعنی چی؟ یعنی سویت گلند گیرنده های نیکوتینی بخشی از یک پولیپپتید واقع در عرض قشا هستند. گیرنده های نیکوتینی چی هستند؟ یک پولیپپتید در عرض قشا که واحد های آن کانال های یونی انتخابی کاتیونی را تشکیل می دهند. این گیرنده ها بر روی قشای پلاسمایی سلول های پس عقده ای در تمام عقده های دستگاه عصبی خودکار در بعضی از نورون های دستگاه عصبی مرکزی و بر روی قشای عضلاتی که از اعصاب حرکتی سوماتیک اثر می گیرن قرار دارن. پس کجا قرار دارن؟ سلول های پس عقده ای در تمامی عقده های عصبی دستگاه عصبی خودکار و در بعضی از نورون های دستگاه عصبی مرکزی و بر روی قشای عضلاتی که از اعصاب حرکتی سوماتیک اثر می گیرند. استیلکولین دارای چندین محل عمل می باشد که در بعضی از آنها دارای اثر تحریکی و در بعضی دارای اثر مهاری است. لذا محرک های غیر انتخابی گیرنده های کولینرژیک با مقادیر مصرف کافی می توانند تغییرات وسیع و قابل توجهی در نحوه عمل اعضای مختلف ایجاد کنند. خوشبختانه داروهای در دسترس هستند که دارای درجاتی از اثر انتخابی می باشند و بنابراین غالبا می توان آثار مورد نظر را ایجاد کرد و در ضمن آثار ناخواسته را از بین برد یا به حد اقل رساند. این انتخابی بودن عمل به چند عامل بستگی دارد. مثلا بعضی داروها به طور انتخابی گیرندهای موسکارینی را تحریک می‌کنند در حالی که عده دیگر به طور انتخابی یا سلکتیولی گیرندهای نیکوتینی را استیمولیت می‌کنند. همچنین تعدادی از این داروها ترجیحاً گیرندهای نیکوتینی پیوستگاه‌های عصبی عضلانی را تحریک می‌کنند و اثر کمتری بر روی گیرندهای نیکوتینی عقده‌های عصبی دارند. یعنی حتی نیکوتینی ها هم چنه متمایز ایجاد بکنه دارو. با تجویز این داروها از راه مناسب نیز میتوان اثر انتخابی آنها را بر روی اعضای مورد نظر ایجاد کرد، یعنی انتخابی بودن فارماکوکاینتیک. برای مثال میتوان محرک های موسکارینی را به طور موضعی بر روی سطح خارجی چشم به کار برد تا با بروز حداقل آثار سیستمیک تغییر دلخواه در عملکرد چشم ایجاد شود. حالا یک شکلی اینجا داریم به نام شکل 7.1. گفته گروه های عمده داروهای فعال کننده کولینرژیک و گیرنده ها و بافت های هدف آنها. داروهای مقلد کولین یا روی قلب و عضله صاف اثر دارن یا روی چی؟ حالا گفته کلن جا داروهای با نحوه عمل مستقیم که میشه چی؟ آلکالوئید یا استرهای کولین، درسته؟ داروهای با نحوه عمل غیر مستقیم که یا برگشت پذیره یا برگشت ناپذیره استیلکولین ها زیاد میکنه و به هر حال همشون یا گیرنده ها موسکارینی هن یا نیکوتینی. حالا نیکوتینی ها کجا بودن؟ سلول های عقده‌ای خودکار و صفحه انتهایی عصبی عضلانی و عضلات اسکلت. موسکارینی ها کجا؟ قلب، عضله صاف، اعصاب، غدد و اندوتلیوم. فهمید چه؟ همینا رو خلاصه کردم. حالا یه شکل دیگه داریم، جدول 7.1، انواع گیرنده های کولینرژیک و مشخصات آنها. گیرنده M1 نام دیگری نداره، محل قرارگیری اعصاب، شکل ساختمانی هپتامر در عرض قشا متصل به پروتئین GQ. چی؟ GQ11. مکانیسم به بعد از عمل اینوزیتول تریفوسفات و دی آسی گلیسرول کاسکید. M2 هارت M2 قلبی، محل قرارگیری قلب، اعصاب، عضلات صاف. شکل ساختمانی هپتامر در عرض قشا متصل به پروتئین جی اینهیبیتوری 0. بگو جی اینهیبیتوری 0. مهار تولید سیکلیک آدنوزین مونوفسفات، فعال کردن کانال های پتاسیمی. M3 محل قرارگیری غدد، عضلات صاف و اندوتلیوم، هپتامر در عرض قشا متصل به GQ. IP3 که از کیت دگ. M4 نام های دیگر گفته CNS یعنی چی؟ محل قرارگیری دوباره هپتامر در عرض قشا متصل به جی اینهیبیتوری و شکل ساختمانیش نگفته، مکانیسمش هم مهار تولید کمپ. M5 در CNS دوباره هپتامر منتها GQ IP3 و دگ. اونایی که جی اینهیبیتوری هن مهار تولید کمپ، اونایی که GQ هن IP3 و دگ.
NM یعنی نیکوتینی های ماسکولار، ماسکولار نیکوتینی های ماسکولار، نوع عضلانه گیرنده صفحه انتخایی، پیوستگاه عصبی عضلانه در عضلات اسکلتی. پنتامره آ وان دو مرتبه، بتا وان، دلتا گاما. کانال های یونی دپولاریزیشن سودیومی پوتاسیومی، یعنی دپولاریزیشن آیونیک چنل از نوع سودیومی پوتاسیومی. نیکوتینی های نورون ها، نوع نورونی نیکوتینی، گیرنده عقده عصبی، جسم سلولی پس عقده در سی ان اس و دندریت ها. پنتامر فقط با زیر واحد های آلفا و بتا، مثلا آلفا 4 دو مرتبه، بتا 2 سه مرتبه در سی ان اس، یا آلفا 3 آلفا 5 بتا 2 سه مرتبه در عقده های عصبی. کانال های یونی دپولاریزیشن سدیم پتاسیم. اینجا گفته ساختمان پنتامری در اندام الکتریکی تورپدو و عضله جنین پستانداران دارای دو زیرواحد آلفا وان و یکی از هر یک از زیرواحدهای بتا وان، دلتا و گاماست. تعداد زیرواحدها با اعداد زیرنویس مشخص شده است، مثل فلان. در عضلات بالغین به جای زیرواحد گاما زیرواحد اپسیلون می آید. 12 نوع گیرنده نیکوتینی عصبی با 9 نوع زیرواحد آلفا 2 تا آلفا 10 و 3 نوع زیرواحد بتا، بتا 2 تا بتا 4 وجود دارد. ترکیب زیرواحدها در بافت‌های مختلف پستانداران متفاوت است. گفتید شد 12 نوع گیرنده نیکوتینی عصبی داریم، یعنی NN. حالا ادامه میدیم. طریقه عمل داروهای کولینومیمتیک، یا چی؟ مقلد کولین. داروهای مقلد کولین را میتوان بر اساس نحوه عمل مستقیم یا غیر مستقیم به دو دسته تقسیم کرد. داروهای با نحوه عمل مستقیم برای فعال کردن گیرنده های موسکارینی یا نیکوتینی مستقیما با آنها متصل می شوند، دایرکتلی باند. داروهای با نحوه عمل غیر مستقیم اثر اصلی خود را با ممانعت از عمل استیل کولین استراز که استیل کولین را به کولین و استیک اسید هیدرولیز می کنند ایجاد می کنند. ممانعت استیل کولین استراز. شکل 6.3 داروهای با نحوه عمل غیر مستقیم با مهار استیل کولین استراز، استیل کولین آندروژن را در شکاف سیناپسی و پیوستگاه‌های عصبی عمل کننده افزایش داده و زیاد شدن استیل کولین هم به نوبه خود گیرنده های کولینرژیک را برای ایجاد پاسخ بیشتر تحریک می کنند. دورده بخونه میاد کرام؟ گفت مهار استیل کولین استراز غلظت استیل کولین آندروژن را در شکاف سیناپسی زیاد می‌کنه. وقتی مهارش کنیم دیگه هیدرولیز نمیشه، پس غلظتش زیاد میشه. و حالا زیاد شدن استیل کولین هم به نوبه خودش گیرنده های کولینرژیک را برای ایجاد پاسخ بیشتر تحریک میکنه. هر چه استیل کولین بیشتر، گیرنده های کولینرژیک را تحریک بیشتر. گرفتید شد؟ این داروها از لحاظ اثر تقویت کننده استیل کولین آندروژن محسوب می شوند و اصولا در جایی اعمال اثر می کنند که استیل کولین به صورت فیزیولوژیک آزاد شود. بعضی از مهار کننده های کولین استراز آنزیم بوتیریل کولین استراز یا زد کولین استراز را هم مهار می کنند. چه جالب، یعنی دو تا استراز می خواهند گرن هیویت کنند. بعضی از مهار کننده های کولین استراز آنزیم بوتیل کولین استراز را هم مهار میکنند. یاد بوتیل کولین استراز کجا بود؟ استر لوکال آنستاتیکو اینهیبیت میکرد، یعنی چیز میگن بریک داون میکرد بود. لوکال آنستاتیکای استر یا این نوع استراز بوتیل کولین استراز یا زد کولین استراز میمد چکا میگن؟ اما از آنجایی که آنزیم بوتیریل کولین استراز در پایان دادن به عمل فیزیولوژیک استیل کولین در سیناپس ها اهمیتی ندارد، مهار آن به وسیله داروهایی با نحوه عمل غیر مستقیم نقش ناچیزی در آثار تحریکی این داروها بر روی گیرنده های کولینرژیک دارد. عده‌ای از مهار کننده های نوع چهارم کولین استراز که دارای چهار گروه کاربامات هستند مثل نئوستیگمین اثر مستقیم و متوسطی نیز دارند و علاوه بر مهار آنزیم کولین استراز مستقیما گیرنده های کولینرژیک نیکوتینی عصبی عضلانی را هم فعال میکنند. پس چهار تا کاربامات هستند، یکیشون نئوستیگمینه، اثر مستقیم متوسطی داره. چرا؟ چون علاوه بر مهار کولین استراز گیرنده های کولینرژیک نیکوتینی عصبی عضلانی را هم فعال. پس میشه چی؟ پارشیالی دایرکتلی، چه میدونم، مستقیم متوسط. حالا گفته اونجا گفته اون شکل چند؟ شکل 6-3. شکل 6-3 که اصلا این جاها نیست، این 6-1 که
این 6-2. آها این شکل 6. این شکل 6 که اینجا بحثشو کرده تو صفحه 116 که قبلا تو چپترهای قبلی که زد و ضرب کردیم اونجا بود. مثل دیگه الان عدد کلین استراز اینجا بود دیگه. توی این محیط اونجا نشکن. فارماکولوژی پایه داروهای محرک گیرنده های کولینرژیک با نحوه عمل مستقیم. داروهای مقلد کلین با نحوه عمل مستقیم بر اساس ساختمان شیمیایی خودشون به دو دسته تقسیم میشن که عبارتند از استرهای کلین مثل خود استیل کلین و آلکالوئیدها مثل موسکارین و نیکوتین. تعداد کمی از این داروها نسبت به گیرنده های موسکارینی یا نیکوتینی کاملا به طور انتخابی عمل میکنند، ولی بیشتر آنها بر روی هر دو گیرنده اثر دارند که نمونه بارز آنها استیل کلین است. معهازا هیچ یک از داروهای مفیدی که کاربرد بالینی دارند در هیچ یک از دو گروه برای انواع فرعی گیرنده به صورت انتخابی عمل نمیکنند. نیکوتینی فقط نیکوتینی فقط موسکارین. ساختمان شیمیایی و فارماکوکینتیک نحوه عمل مستقیم ها. چهار استر کلینی مهم که به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتن در شکل 7-2 نشان داده شدن. این ترکیبات به علت داشتن آمونیوم نوع 4 کواترنری آمونیوم همیشه باردار بوده و در چربی نسبتاً غیر قابل حل هم. تا کنون بسیاری از داروهای مقلد کلین طبیعی یا سنایی که استرهای کلین نمی باشند شناسایی شدن که تعدادی از آنها در شکل 7-3 نشان داده شده است. گیرنده های موسکارینی نسبت به شکل فضایی مولکول های مربوطه به شدت انتخابی عمل می کنند، به طوری که اس بتانکول تقریبا 1000 بار قوی تر از آر بتانکول است. پس گیرنده های موسکارینی نسبت به شکل فضایی مولکول های مربوطه انتخابی تر عمل می کنند. پس چپگرد بتانکول بهتر از راستگردش. اما شکل 7-2 ساختمان مولکولی 4 استر کلین، استیل کلین، متاکولین که به ترتیب استرهای کولین و بتا متیل کولین اسید کولین استیک اسید هستند. کارباکول و بتانکول نیز به ترتیب استرهای کاربامیک، کاربامیک همان الکل ها هستند. خب این استیل کولینه، این استیلشه، درسته؟ کولین چی بود؟ تریمتیل اتانول آمینه. تریمتیل روی اتانول آمین که با استیل، استیل چیه؟ استیک اسید بدون OH. حالا گفته مت کولین یه CH3 روی این کربن بیشتر داره یا استیل بتا متیل کولین. بعد گفته کارباکول یا همون کربامو کولین که یه کولینه با کربامید C2 و NH2. بعد گفته بتانکول، بگو بتانکول. بتانکول چیه؟ رو این کربونه یه CH3 هست. اسم دیگرش گفته کربوموئیل بتا متیل کولین. کربوموئیل بتا متیل کولین. اما شکل 7-3 ساختمان چند مقلد کولین از نوع آلکالویدی. گفته خود موسکارین نوشته چی؟ اکشن چیفلی موسکارین، اکشن چیفلی نیکوتینی. این خود موسکارینه. اینجا گفته پیلوکارپین، لوبلین و نیکوتین که هر چهار تاشو باید برای فارماکوکیمیستری حفظ باشیم. ببین الان لوبلین رو دقت کن، 3-6-8-5 دو تا حلقه بنزنی این ور اون ور داره، می‌بینی؟ جذب، توزیع و متابولیسم، ابزوربشن، دیستریبیوشن و متابولیسم. چون استرهای کولین برای یه چیز مثلا نداده بود غیر مستقیم هنوز بحث نشده، همون تازه الان نه دیگه، فقط نام برده الان اینا رو همه رو مستقیما رو توضیح میده. میبینی تا اینجا میاد همه اندام ها رو میگه، بعد میره سر غیر مستقیم. همین چون یه تاپیکه کلن یه تاپیکه که مخت من نوشتمه شد 6 تا صفحه آچار، یعنی جزوه معلم شد 6 تا صفحه آچار. اینجوری جذب، توزیع و متابولیسم. آقا جان گفت استرهای کولین چی هن؟ چون کواترنار آمونیوم دارن در چربی نسبتا غیر قابل حل هن. پس تو چی قابل حل هن؟ در آب هیدروفیل هن. چون استرهای کولین هیدروفیل هستن جذب خوبی ندارن و به میزان اندکی در دستگاه عصبی مرکزی توزیع می شوند. خود استیل کلین هم که استره که همشون
همشون با هم دیگه چون هیدروفیل هستن جذب خوبی ندارن و به میزان اندکی در دستگاه عصبی مرکزی توزیع میشن. اگرچه همه استرهای کولین در دستگاه گوارش هیدرولیز میشوند و به همین علت بعد از مصرف خوراکی فعالیت کمی دارن، چون اگه خوراکی بخوریشون هیدرولیز میشه تو معده. تفاوت‌های قابل توجهی در برابر هیدرولیز توسط کولین استراز در داخل بدن دارند. همچنان که در فصل 6 توضیح داده شده است، استیل کولین خیلی سریع هیدرولیز می‌شود. گرفتید شد؟ و برای ایجاد اثرات قابل مشاهده باید مقادیر فراوانی از آن به صورت داخل وریدی انفوزیون شود یا اینفوژن شود. تزریق وریدی دوز یک جای آن به مقدار زیاد اثر کوتاه مدتی در حدود 5 تا 20 ثانیه دارد. می‌بینی؟ و تزریق داخل عضلانه یا زیر جلدی آن تنها اثرات موضعی ایجاد می‌کند. تزریق استیل کولین. مزیت‌ها دیگه بگو. تزریق وریدی دوز اینا رو گفته ها. تزریق دوز یک جای آن به مقدار زیاد اثر کوتاهی در 5 تا 20 ثانیه داره و تزریق داخل عضلانه یا زیر جلدی تنها لوکالی افکت داره. بعد میگه مقاومت متاکولین. متاکولین چی بود؟ متیل رو استیل کولین. مقاومت متاکولین در برابر هیدرولیز مقاومتر از استیل کولین است. پس متاکولین یه مقداری بهتر از استیل کولین است. کشتون رو باشه. مقاومت استرهای اسید کاربامیک مثل کارباکول و بتانکول نسبت به هیدرولیز توسط کولین استراز باز هم بیشتر است و به همین علت مدت اثر طولانی تری دارن. وجود گروه بتا متیل در متاکولین و بتانکول در متاکولین و همچنین بتانکول قدرت این داروها را برای گیرنده های نیکوتینی کاهش میدهد. این دوتا ببین، بتانکول و متاکولین. ببینی جفتشون چی دارن؟ این دوتا متیل دارن روی کربن بتا، در نتیجه جفتشون چی هستن؟ نه خیلی، جفتشون بر روی گیرنده های نیکوتینی قدرت کمتری دارن. یه بار دیگه بخون، حواست نیست. به همین علت مدت اثر طولانی دادن. وجود گروه بتا متیل در متاکولین و بتانکول قدرت این داروها را بر روی گیرنده های نیکوتینی کاهش میدهد. آلکالوئید های مقلد کولین نوع سوم طبیعی مثل پیلوکارپی و نیکوتین و لوبلین از بیشتر نقاط مصرف به خوبی جذب می شوند. نیکوتین که به صورت مایع می باشد به حدی در چربی محلول است که از پوست نیز جذب می شوند. دقیقاً نیکوتین که به صورت مایع است به حدی در چربی که از پوست نیز جذب می شوند. موسکارین که یک آمین نوع چهارم است جذب گوارشی کمتره نسبت به آمین های نوع سوم دارد. پس آمین نوع چهارم جذب گوارشیش کمتره. ولی با وجود این در صورت خوردن آن مثلا در برخی از قارچ ها آمانیتا موسکاریا سمی خواهد بود و حتی وارد مغز هم می شود. لوبلین یک مشتق گیاهی مشابه نیکوتین است. دفع این آمین ها عمدتا توسط کلیه ها صورت می گیرد. کلیرانس آمین های نوع سوم با اسیدی شدن ادرار تسریع می شود. کلیرانس آمین های نوع سه با چی تسریع می شه؟ با اسیدی شدن ادرار. یاد گرفتی همشو؟ فارماکودینامیک کیا؟ داروهای با نحو عمل مستقیم مثل استیل کولین، موسکارین، نیکوتین، لوبلین، پیلوکارپین، بتانکول، بگو، متاکولین، کارباکول. حالا فارماکودینامیک. دستگاه عصبی پاراسمپاتیک از طریق دو مکانیسم عمده عملکرد اعضای بدن را تغییر می‌دهد. اولا آزاد شدن استیل کولین از اعصاب پاراسمپاتیک می تواند گیرنده های موسکارینی را فعال کرده و عملکرد عضو را مستقیما تغییر دهد. ثانیا استیل کولین آزاد شده از اعصاب پاراسمپاتیک با گیرنده های موسکارینی انتهای اعصاب وارد واکنش شده و از آزاد شدن ماده ناقل عصبی آنها ممانعت به عمل می آورد. ببین میگه که دو مدل کار می‌کنه. یا استیل کولین آزاد میکنه. حالا چجوری آزاد میکنه؟ میتونه گیرنده های موسکارینی را فعال کنه، استیل کولین آزاد شده و عملکرد عضو مستقیما چیز بده. ثانیا استیل کولین آزاد شده از اعصاب پاراسمپاتیک با گیرنده های موسکارینی انتهای اعصاب واکنش داده و از آزاد شدن ماده ناقل عصبی اونها ممانعت بکنه یا باعث ریلیز شدنشون بشه یا اینهیبیتش کنه.
نمی داره میگه دو یا ریلیز میکنه استیل کولین موسکارین رو ریلیز میکنه یا استیل کولین موسکارین رو اینهیبیت میکنه. مشکل به این ماده ناقل از این در اینجا آزاد شدن استیل کولین و آگونیست های موسکارینی موجود در گردش خون با تنظیم آثار دستگاه عصبی پاراسمپاتیک و سمپاتیک و احتمالاً تنظیم دستگاه های غیر کولینرژیک غیر آدرنرژیک به طور غیر مستقیم در نحوه عمل اعضای بدن دخالت میکنند. همانطور که در بخش 6 گفته شد انواع گیرنده های موسکارینی شبیه سازی شده اند و مشخصات گروه های متعددی از آنها با استفاده از مطالعه در مورد پیوند مواد با گیرنده ها تعیین شده است. به دنبال فعال شدن گیرنده های موسکارینی چندین اتفاق در سلول به وقوع می پیوندد که ممکن است یک یا چند مورد آنها به عنوان پیامبرهای ثانوی اعمال نقش کنند. به نظر می رسد همه گیرنده های موسکارینی از نوع جفت شده با پروتئین جی باشند. همه گیرنده های موسکارینی بیان بالاخره استیل کولین رو موسکارینی چه اثری داره؟ یا استیمولیتوریه یا اینهیبیتوری. جدول 7 و خواص استرهای کولین کجا میگه؟ چی شو؟ جدول 7 و خواص استرهای کولین. استر کولین گفته استیل کولین کلوراید، حساسیت به کولین استراز خیلی زیاد، اثر موسکارینی زیاد، اثر نیکوتینی زیاد. بعد گفته متا کولین کلوراید، حساسیت به کولین استراز یه مثبت، اثر موسکارینی 4 تا مثبت، اثر نیکوتینی نداره. متا کولین، چرا متا کولین؟ چون ما گفتیم متا کولین یه متیل داره که اثر نیکوتینیشو کم میکنه روی گیرندهای نیکوتینی. کارباکول کلوراید، حساسیت به کولین استراز قابل اغماز، نگلیگبل، اثر موسکارینی 2 مثبت، اثر نیکوتینی 3 مثبت. بتا نکل کلوراید، قابل اغماز 2 مثبت، هیچ. چرا هیچ؟ چون مرتبه متیل داره بتا نکل و این متیل باعث شده که اثرش روی گیرندهای نیکوتینی کمتر بشه. بعد گفته که یک نتیجه مهمه اتصال آگونیست موسکارینی به گیرنده فعال شدن آی پی تیری اینوستاتیری فسفات و آبشار دگ یعنی دیاسیل گلیسرول است. بعضی از شواهد دلالت بر این دارند که دیاسیل گلیسرول در باز شدن کانال‌های کلسیمی عضلات صاف دخالت دارد و آی پی تیری موجب آزاد شدن کلسیم از رتیکولوم اندوپلاسمیک و سارکوپلاسمیک می‌شود. آگونیست های موسکارینی غلظت سلولی سیکلیک گوانوزین مونوفوسفات را نیز افزایش می‌دهند. فعال شدن گیرنده های موسکارینی باعث افزایش جریان پتاسیم از قشای سلول های قلبی می شود و میزان اینیون را در سلول های عقده های عصبی و عضلات صاف کاهش می دهد. این امر در اثر اتصال مستقیم زیرواحد بتا گاما از یک پروتئین جی فعال شده به کانال ها ایجاد می گردد. سرانجام نشان داده شده است نظیر قلب و روده به مهار فعالیت آدلیل سیکلاز منجر می شود. چی جوری شد؟ یه اینجوری شد؟ خب مشخصه دیگه اگه جی پروتئین فعال بشه میتونه اینا فعالیت کنه، مهار کنه و علاوه بر این آگونیست های موسکارینی میتوانن فعالیت آنالیستیکلاز و تولید کمپ را که توسط هورمون هایی مثل کاتکولامین ها تحریک شده تخفیف دهند. این اثرات موسکارینی بر روی تولید کمپ به موازات کاهش پاسخ فیزیولوژیکی اعضای بدن به هورمون های محرک صورت میگیرد. پس این اثرات موسکارینی تولیدکن به میزان کاهش پاسخ فیزیولوژیک به موازات کاهش پاسخ فیزیولوژیک اعضای بدن با هورمون های محرک صورت میگیره. مثلا انسولین بیاد چند گلوکاگون بیاد بعد این بفهمه بعد این کارو بکنه. اوکی؟ حالا گفته که با بهره گیری از 3 عامل مطالعات دقیق تری بر روی مکانیسم فعال شدن گیرنده های نیکوتینی صورت گرفته است. این 3 عامل عبارتند از گیرنده هایی که با غلظت بسیار زیاد در قشای اعضای الکتریکی ماهی الکتریکی یا الکتریک فیش وجود دارند. گیرنده های نیکوتینی هم خواسته مطالعه کنه، خب اومده 3 عامل بررسی کرده. گیرنده هایی که با غلظت بسیار زیاد در قشای اعضای الکتریکی هستند، قسمتی از زهر بعضی از مارها به نام آلفا بانگراتوکسین. اینا رو فکر نکنید معلم نگفته ها، همشه گفته. خب من همه رو هم تا کام نوشتم که محکم به گیرنده ها متصل می شوند و می توان آن را به سادگی نشاندار کرد و به عنوان نشانگری برای روش های جدا سازی به کار برد. و 3 فعال شدن گیرنده ها باعث تغییرات الکتریکی
و یونی در سلول‌های مربوطه می‌شود که این تغییرات به آسانی قابل اندازه‌گیری هستند. گیرنده نیکوتینی بافت‌های عضلانی یک پنتامر است. گیرنده نیکوتینی چیه؟ پنتامره که از 4 نوع زیرواحد‌های گلیکوپروتئینی تشکیل شده و دارای وزن مولکولی حدود 250,000 دالتون می‌باشد. از یکی از مونومرها 2 عدد در ساختمان گیرنده وجود دارد، شکل 7-4-B. کجا رو گفته؟ از یکی از این مونومرها 2 عدد در ساختمانش وجود داره. گیرنده یکی شدن دردش بحث میکنیم، نیکوتینیک رسپتور. نیکوتینیک رسپتور های سل های عصبی فقط شامل 2 جزء آلفا و بتا هستن، اونایی که تو سل عصبی هستن، یعنی NN. هر زیر واحد داره 4 قسمت است که از عرض قشا عبور میکنه. گیرنده نیکوتینی دارای 2 جایگاه اتصال آگونیست است که در محل تلاقی 2 زیرواحد آلفا با 2 زیرواحد مجاور آن، یعنی اپسیلون گاما بتا قرار دارند. با اتصال آگونیست به این جایگاه ها یک تغییر ساختمانی در این پروتئین ایجاد می شود، یعنی کانال باز شده و به سدیم و پتاسیم اجازه انتشار در جهت گرادیان غلظتی را می دهد. پس چی شد؟ کانال رو باز میکنه و به سدیم و پتاسیم اجازه انتشار در جهت گرادیان کانسنتریشن گرادینتو میده. یونهای کلسیم نیز میتوانند انتقال دهنده بار الکتریکی از طریق کانال های یونی گیرنده نیکوتینی باشند. اگر یک مولکول آگونیست به یکی از 2 جایگاه اتصال متصل شود، تنها به میزان ناچیزی باز شدن کانال را افزایش میدهد. پس بگو اگر یک مولکول آگونیست به یکی از 2 جایگاه آلفا یا بتا، یا یعنی گفته آلفا یا بتا گاما اپسیلون متصل شود تنها به میزان ناچیزی باز شدن کانال را افزایش میدهد، در صورتی که اتصال همزمان آگونیست به هر 2 جایگاه بر روی گیرنده احتمال باز شدن کانال را به شدت افزایش میدهد. اساتیل کلومست گیرنده نیکوتین یکم باز میکنه ولی آگونیستش خیلی زیاد باز میکنه. به این ترتیب اثر اصلی ناشی از فعال شدن گیرنده نیکوتینی دپولاریزیشن سلول عصبی یا گیرنده صفحه انتهای عصبی عضلانی می باشد. در عضله اسکلتی در اسکلتال ماسل دپولاریزیشن در عرض قشای عضله انتشار پیدا می کند و سبب کانستریکشن می شود. قبوله؟ اگر زمان اشغال گیرنده نیکوتینی توسط آگونیست طولانی گردد، اگر زمان اشغال پاسخ اعضای عمل کننده از بین می رود و در واقع تحریکات سلول های عصبی پس عقده ای متوقف شده و به دنبال آن سلول های عضلات اسکلتی شل می شوند. پس چی شد؟ اگر زمان اشغال گیرنده نیکوتینی توسط آگونیست طولانی تر بشه، پاسخ اعضای عمل کننده از بین میره، یعنی دیگه تولریت میشه، درسته؟ و در واقع تحریکات سلول های عصبی پس عقده‌ای متوقف شده و اثر عقده‌ای و به دنبال آن سلول های عضلات اسکلتی شل میشود. علاوه بر این، حضور ممتد آگونیست های نیکوتینی از بازگشت الکتریکی قشای پس سیناپسی به وضعیت طبیعی جلوگیری میکند. به این ترتیب یک وضعیت بلوک دپولاریزیشن ایجاد می شود که عمدتاً در مورد اشغال گیرنده به وسیله آگونیست رخ می دهد. اشغال مداوم به وسیله آگونیست سبب بازگشت ولتاژ غشا به حالت استراحت می شود. پس چرا اونجا گفت نمی شود؟ حضور مبند آگونیست های نیکوتینی از بازگشت الکتریکی غشای پس سیناپسی به وضعیت طبیعی جلوگیری می کند؟ درسته؟ بعد همینجا داره میگه اشغال مداوم گیرنده به وسیله آگونیست سبب بازگشت ولتاژ غشا به حالت استراحت میشود. بعد گفته که در این حالت گیرنده نسبت به آگونیست غیر حساس میشود و همچنین در برابر تحریک به وسیله دیگر آگونیست های مقاوم است. و همانطور که در فصل 27 ذکر خواهد شد، از این اثر در ایجاد فلج عضلانی استفاده می شود. من اینه نفهمیدم. یه بار دیگه می خونیم. اگر زمان اشغال گیرنده نیکوتینی توسط آگونیست طولانی تر گردد، پاسخ اعضای عمل کننده از بین خب و در واقع تحریکات سلول های عصبی پس عقده‌ای متوقف شده و به دنبال آن سلول های عضلات اسکلتی شل می شود. اوکی؟
علاوه بر این اگه زمان زیاد بشه پس از عضلات شل میشن فلج، درسته؟ حضور ممتد آگونیست های نیکوتینی از بازگشت الکتریکی قشای پس‌سیناپسی به وضعیت طبیعی جلوگیری میکنند. به این ترتیب یک وضعیت بلاک دپولاریزشن اینجا میشه که عمدتا در مورد اشغال گیرنده به وسیله آگونیست رخ میدهد. اشغال مداوم به وسیله آگونیست سبب بازگشت ولتاژ قشا به حالت استرس میشه. من نفهمیدم، تو بگو. اینکه این به عضله اینطوری نیستش، وقتی میره بالا و دپولاریزه میشه دیگه، الان این مولکول اومده اینجا چسبیده باعث شده این دپولاریزه بشه، دیگه هم نمیره که ریپولاریزه بشه، همینجا میمونه. پس در نتیجه این خط اینجا صاف میشه، میره بالا دیگه صاف میشه، خب اینجا میشه تتانی میشه دیگه. خب این داره میگه شل میشه، ببین به دنبال آن سلول های دومش نگاه کن. به این ترتیب یک وضعیت اینجا بلاک دپولاریزیشن ایجاد می شود که عمدتا در مورد اشغال گیرنده به وسیله آگونیست رخ می دهد. اشغال مداوم گیرنده به وسیله آگونیست سبب بازگشت ولتاژ قشا به حالت استراحت می شود. در این حالت گیرنده نسبت به آگونیست غیر حساس می شود و همچنین در برابر تحریک وسیله دیگر آگونیست ها مقاوم است. منم می فهمم که اونه که تو می گیم تا اینی که این گفته نمی فهمم. یا این بد گفته یا ما نمی فهمم. علاوه بر این علاوه بر این از بازگشت نزیر و سرگیر علاوه بر این طبیعی جلو گیری میکنند بلا ما خطه شد. ما یه فکری بکنیم ببینیم اینجا رو بچه کاش